سلام خدمت دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال شنوما تریدز. توی این ویدیو قصد دارم به پخت نانبربری سنتی و دقیقا مشابه نانبربری که از نونوایی تهیه میکنید و آموزش بدم خدمتتون. دقت بفرمایید که نونی که مطابق این روش آماده میشه، فرق اصلیش با نونی که طبق دستورالعمل‌های بسیار خوب دیگه ای که سایر دوستان آماده کردن و در اینترنت هم موجود هست در اینه که فانتزی نیست، یعنی کاملا مطابق با سبک نونبایی پخته میشه و همونطوری که عرض کردم یه نونبربری سنتیه. به همین دلیلم نکته هایی که توی این گفته میشه رو رعایت دقیقش خیلی خیلی از اهمیته تا اون نتیجه دلخواه برسیم. چهار نکته اصلی تو این روش پخت هست که من اون رو به ترتیب خدمتتون عرض میکنم. البته این توضیح هم بدم که به صورت دقیق تو فیلم های بعدی و تو نحوه مراحل پخت، نحوه آموزش پختش کاملا توضیح دادم. نکته اول اینه که در خصوص استراحت دادن به خمیر و برآمدنشه که چقدر و به چه صورت این کار رو انجام بدیم و این باعث میشه که نیازی به هیچ گونه مواد افزودنی از جمله جوش شیرین نداشته باشید، چون کیفیت آردی که خب برحال از سوپرمارکت رو تهیه میکنید و دوستان دیگه هم توی آموزشاشون دارن کیفیت خوبی هست و اگر خمیر خوب بر اومده باشه و خوب استراحت کرده باشه دیگه نیازی به مواد افزودنی هم نیست. نکته دوم رومال نون بربری هست که خب نقش مهمی داره و اینکه کی و چطوری ازش استفاده کنیم که اونم در مراحل پخت کاملا توضیح داده شده. نکته سوم در مورد پهن کردن خمیره یا همون چونه ها، بعد از اینکه چونه ها رو پهن میکنید و میخواید آماده کنید برای گذاشتن توی فر، اینکه چطوری این رو پهن بکنین و آماده کنین و با چه زحمتی درست بکنین خیلی مهمه. و نکته آخر و بسیار بسیار مهم نحوه پخت نون هست که چطوری ما از یه فر خونگی معمولی، حالا هم از برقی یا گازی، بتونیم مثل تنور نونوایی استفاده کنیم. این نکته ایه که باعث میشه نون با یه نون فانتزی متفاوت باشه. البته اوایل کارش مسلماً یه خورده براتون مشکله و حتی ممکنه خدا نکرده دستتون بخوره به بدن فر و دچار سوختگی هم بشین. به همین خاطر خیلی باید دقت کنیم، خیلی باید با ظرافت این کار رو انجام بدیم و توصیه که براتون دارم اینه که دفعه اول و حالا احیانا شاید دفعه دوم میزان خمیری که آماده میکنی به اندازه یک یا حداکثر دو تامون در نظر بگیریم که اگه این موقع اشتباهی کردیم توی مراحل پخت یا چیزی رو اضافه کم اضافه کردیم یا این رفته رو فراموش کردیم رعایت کنیم مواد زیادی هدر نره. ضمن این که من خودم شخصا هر بار که این پخت انجام میدم 10 تا نون رو میپزم، چون اینو به راحتی توی فریزر، یعنی توی فریزر میتونیم برای مدت خیلی طولانی نگهداری کنیم. هر بار به اندازه مصرفتون حالا نون برش خورده رو بیرون بیارین و روی توستر گرم کنین و درست مثل یه نون تازه که همین الان از تنور در اومده ازش لذت ببرید. موادی که برای این آموزش در نظر گرفته شدم و بهتون توصیه میکنم تو آخر همین بخش برای 5 تا نون در نظر گرفته شده که حالا شما به اندازه مصرفتون میتونین این مقدار رو کمتر یا بیشترش کنین و تغییرش بدیم. اگر علاقه داشتیم به فیلم های آموزشی دیگه که تو زمین های مختلف تهیه میشه میتونید کانال منو سابسکرایب کنید. مواد لازم جهت 5 تا نون بربری سنتی: آرد سفید گندم 1 کیلو، آرد سبوس‌دار 200 گرم، آرد سبوس‌دار
مثلا همون برای رومال حدود 50 تا 70 گرم، نمک 2 قاشق اندازه خوری، شکر 2 قاشق اندازه خوری، مایع خمیر فعال یا غیر فعال یک بسته 10 تا 15 گرمی، کنجد زیادتونه دونه، قشقاش یا هر چیز دیگه هم دارین یا خواستین استفاده کنید به سلیقه خودتون هم به مقدار الخام. با آموزش نون تو قسمت دوم در خدمتتون هستم.